در باغ فرهنگی و فراغتی بنام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه با ابتکار وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه جشن صدا با شکوه شامت خاصه و نمایش نهالهای تخمی زراعت آلات کاری دهقانان انواع گوناگون طعام‌های ملی و هنرهای مردمی تجلیل کرده شد. در این روز فضای باغ ادانه بوده، در هر گوشه آن کشاورزان از منطقه‌های گوناگون مملکت محصول با رنج پروریده خود را که خاص آن منطقه می باشد، این چنین آلات کاری کشاورزی، تخمی زراعت، تکنیک‌های صحابی، خوراک‌های ملی، گل و بوته‌های آرایشی و دیگر محصولاتی را که افادگر جشن صدا می باشند، پیشنهاد حاضری نمودند. امسال عید صدا را ما با نمایش تکنیک‌ها و تجهیزات‌های نوی که از جمهوری‌های خطای بلاروس و دیگر جمهوری‌ها وارد نمودیم، پیشکش تماشابینان نموده ایستاده‌ایم. کارگرای کشاورز را از انداز یگانه آزاد نمودن یک سال به این. ما از این روح بلند شده، ما این مبلغی که از انداز آزاد شدگی را حرکت میکنیم که با تکنیک کشاورزی و با داروهای مینرالی استفاده بریم که حاصلناکی زراعت ها را زیاد کنیم و دسترخوان مردم را پر کنیم. در همایش مذکور معاون سروزیر مملکت دولتشاه گل محمد زاده، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالجبار رحمان زاده، نمایندگان دیگر وزارت و اداره ها، اینچنین اهل علم و ادب مملکت، کشاورزان ولایت های سغد، ختلان، بدخشان و ناحیه های تابع جمهوری اشتراک نمودند. امروز کشاورزان ولایت سغد در جشن صدا محصولات کشاورزی خود و هنرهای مردمی ولایت را در شهر بوستانیش شهر دوشنبه پیشنهاد می‌دهند. امروز 18 شهر و ناحیه شهر و ناحیه ولایت همه محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی خود را برای عید صدا پیشنهاد می‌دهند. صدا از سیپری شدن زمستان، نزدیک شدن فصل بهار و آغاز کارهای کشاورزان مژده میدهد. همین که ایام سردی ها پایان مییابد، زمین از باران نیسان و برف و آب نشأه میگیرد. از زمین که رزق رسان مرد دهقان است، بوی خاک مشکبز به دماغ میرسد. هر یک ملت به خود ارزش های ملی دارد، ارزش های فرهنگی دارد و ارزش های فرهنگی ما در مقایسه با دیگر خلق ها خیلی قدیم است. این جشن ها، این نمونه های فرهنگ، این شکوه و شهامت بار دیگر ثابت میکنند که نیاگان ما همشان مردمان شهرساز بودند، نیاگان ما مردمان کشاورز و باغدار بودند. در مقایسه با خلقهای دیگر که گذشتگانشان کوچی بودند، مردم تاجیک، خلق تاجیک، ملت تاجیک از دوران خیلی خیلی قدیم مردمان مقیمی آسیای مرکزی بودند و این جشن ها دلیل انامی گفته ها هست. امیدوار هستیم که جشن صدا در سال های آینده در برابر مهرگان، در برابر نوروز باز هم رشد می یابد و باز هم فراتر از مرزها می رود و به یک جشن بین المللی تبدیل می یابد. در زمانی گذشته جشن مذکور در میدان های وسیع و تل و تپه ها با اشتراک تمام مردم گذرانده می شود است که از یک دل و متحدی اجدادان ما درک می دهد. جشن صدا از آمادگی به کشت و کار بهاری، پاکیزه نمودن کوچه و خانه ها، کندن و تازه کردن جوی و زهبور ها پیک می دهد. در گذشته ساکنان شهر و روستاها برای آتش افروزی هیزم جمع آورده، گلخن بزرگ می آراستند و از بالای آتش جهیده در گرد آن دور گشته و سرودخوانان می رقصیدند. در نتیجه مهر و محبت، یک دلی، دوستی و رفاقت آدمان زیاد می گردید. از عهد باستان تا این دم مردم کشاورز هر سال عید صدا را انتظاری می کشند. با این امید مرد دهقان کلمدش را به زمین می زند تا بهار امسال نیز سبب روسرخی او گردد. Thank you.
جشن با تشبوسی به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از نو احیا گردید. امید است که در سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی جشن صدا نیز به مانند نوروز جشن بین المللی میگردد و همساله صدها نفر سیاحان داخلی و خارجی را از گوشه‌های گوناگون عالم به تاجیکستان بهشت آسا و دوست داشتنی میکشاند. آفتابا گلی محبت راز ملکون سوی نو بهارانا صدا آوید به سیمای ینور روزی بختاوری زمستانا صدا آورد مژده نوروز مژده آفتابی تابانا شب به پنجا و روز هم پنجا صدا گویند منید آنا صدا آمد که تو را مژده دهد از نوروز مژده بپذیر و خلعت و کارت بگیرد از بس که صدا جشن کشاورزان می باشد، ایدی کسبی علمان ساحه نیز به شمار می رود. یعنی صدا جشن آمادگی به نوروز بوده، این دو جشن قدیمی با هم توأم می باشند. دهقانان در ایام جشن صدا تخمی های خوشصفت زراعت و نوری های ضروری دسترس نموده، آلات کاری و زمین را برای کشت بهاری آماده می نمایند. جویبار و زهکش ها را تازه کرده، یخابمانی، آبشوی نمودن زمین های شور، وارد نمودن نوری ها را عملی می کنند. همچنین شاخه‌بری و به شکل دراری درختان را به انجام رسانیده، چوربینی ها را جهت مبارزه با ضرر رسان و کسلی ها اجرا می نمایند. خواجگی‌داران نیز در این دوره با مقصد بلند برداشتن محصولاتی چاروا، پرنده، زنبوری اصل و ماهی، حالت زوگیگینی جای های نگاهداری، حفظ رستنی و نباتات و کسلی ها و غیر عملی می گردانیدن. مواد میکروبیولوژی بایکال اساسا این از ارگانیزم های زنده عبارت بوده برای بهتر کردن استرکتور خاک بلان برداشتن حاصلنوکی زراعت ها استفاده برده می شود. در همه گونه نمود زراعت ها این استفاده برده می شود. چخلی که تجربه ها و تحقیقات های گذرانده از آن شهادت می دید که حاصلنوکی زراعت ها را از 35 تا 50 فویز بلان می بردارد. در حالت استفاده بردن این نوری میکروبیولوژی ما بتوانیم که صرفه نوری های مینرالی رو تا 50 فویز کم کنیم. گفتن ضرور است که جشن صدا یکی از جشن های بستانی کشاورزی بوده. مقصد اساسی جشن گرفتن صدا در جان عبارت است که یعنی آمادگی به فصل بهار است. یعنی در این دوره
کشاورزان خصوصا رستنی پروران و باغ پروران آمادگی میگیرند برای کشت کاری بهاره. در این دوره در تمام جوی جوی بارها تازه کار می شود. اسباب های انجام های کاری برای کشاورزی ترکی تیار کرده می شود. درختان یخوب مانده می شود. درختان شکل در آورده می شود. بوریش گذارانده می شود. مبارزه دیزی زرعتان ها و کسلی ها گذارانده می شود. همه این چاربین هایی که کرده می شود مقصد از آن عبارت است که یعنی ما این فرصت زمستانه رو درست استفاده بریم. این جشن برای وارد شدن به میراث فرهنگی یونسکو پیشنهاد شده است و امید بر اون می‌بندیم که آینده نزدیک این جشن نیز به مانند نوروز به میراث فرهنگی سازمان بین‌المللی یونسکو وارد می‌گردد. امسال بخشیده به جشن صدا در کشور کتاب‌های نو روی چاپ آمدند و یک از فرقیت‌های این جشن آن بود که امسال گوشه سیاحی با یک شکل نو پیشنهاد گردید، یعنی که آن می‌تواند دقت 100 نفر سیاحان را جلب کند، زیرا این هم مثل نوروز خصوصیات خود را دارد، انعنه‌های خاص خود را دارد. معرفی دیگر امکانیت های تاجیکستان همزمان ظرفیت های سیاحی تاجیکستان نیز به نمایش گذاشته شده، مخصوصا امکانیت های خدمت رسانی که امروز سیاحان بیشتر به آن مراق ظاهر میکنند، مخصوصا امکانیت های سیاحی اکولوژی، کوهنوردی، ورزشی، هنرمندی و اینچنین گذراندن آزمون ها و همزمان مستر کلاس ها که بواسطه به آموزش و برای هوسمندی اهالی را برای سیر و سیاحت بادار می سازد برگزار گردد. طور شما مشاهده میکنید اینجا امکانات های خدمت رسانی شرکت های نقلیاتی که بواسطه به سمت سیاحی روانه شدند و همزمان خدمت رسانی ویلاتور که امروز به نهایت توجه دوستداران آن سال به سال در تاجیکستان زیاد شده است. وزارت اداره ها نمایشگاه کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ساختارهای تابع آن نیز تشکیل کرده شده است و موادهای از طرف اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست، حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده و دیگر ساختارها چیزی که به حفظ و نگهداری احتیاج دارند نیاز دارند به نمایش گذاشته شده است. در این روز چون انعنه جشن صدا از جانب کشاورزان دسترخوان جشنی آراسته شده بود، در دسترخوان جشنی طبق آیین اجدادی بیشتر دانگی ها، گندم، لوبیا، نخود، نسک، مش، ارزان و غیره، اینچنین خوراکای خوشلذت، کشک، دلده، کلاپوچه، شیر برنج، شیر کدو، شیر روغن، خروتاب، فطیر مسکه،
دوغجوشی، اوموش، شربا و غیره پیشنهاد مهمانان گردانیده شدند. با گفته اشتراکچیان غذاهای جشنی به مثل قروتاب، شیروغان، اوموش، دلده، کشک در این روز مهم به حساب می روند، زیرا از روی مزاج گرمند. همزمان خانی جشنی را با چپاتی، کلچه، فطیر، قلمه، آذوقه و میوه ها اینچنین سیب، تربوز و انگور آرا دادند. جشن ساده رو همچون جشن بزرگ جشن میگیریم، چون که در بدخشان باز زمستان طولانی تر می شود. برای امین ما آرزو داریم که تیزتر به هم به هم برسیم. جشن ساده رو ما با افتخار با سری بلند جشن میگیریم. از بس که ساده جشن کشاورزان می باشد، ایدی کسبی عالمان ساحه نیز به شمار می رود. کارمندان اکادمی علم های کشاورزی جمهوری تاجیکستان با مقصد سازوار پیشواز گرفتن ایدی مذکور، رشد ساحه کشاورزی و تامین امنیت آذوقه‌خوری مملکت به کشاورزان توصیه ها پیشنهاد نمودند. در این روز از جانب عالمان کشاورزی 5 نوع زراعت کشاورزی، 2 نوع پخته، 1 نوع گندم، 2 نوع جوار مکه آفریده عالمان اکادمی که منطقه باب شدند پیشنهاد گردیدند. در این جشن ما با دستاوردهای علمان اروپا و علمان اکادمی علمای کشاورزی همکاری در آید استفاده بودن مجموعه نوری های میکروبیولوژی بدون درخمکت ها و باید خط کردم که در نتیجه استفاده بودن مجموعه نوری های میکروبیولوژی از 10 سال آخر ما به نتیجه بهترین نایل شدیم. یعنی اینکه استفاده بودن مجموعه نوری های میکروبیولوژی در سال اول استفاده بری 50-60 فاید واردات داروی مینالی کم میشد، اساس خبت خاک خوب میشد و از همه مهم که محصولات ریاندگی از جهت اکولوژی تازه میباشد. در نزد اگنتی خوجگی جنگل 5 خوجگی مخصوص گمداشته نیول پروری فعالیت میکند که از اون تو امروز زیاده از 3.5 میلیون نیول های هر خیله پروریش کرده میشد، از اون جمله 28 نمود نیول های جنگلی کبود آرایشی و میوه‌دهنده پرورش کرده می شود و در نزد هر یک خوجگی جنگل برای احتیاجات مردم جای فروش نیول ها تشکیل کرده شده است. جشن ها یادگاری از نیاگان آریایی ما بوده، مردم تاجیک آنها را همچون جزئی جداناپذیر فرهنگ چندین هزار ساله خود و به صفت دردانه های گرانبهای معنوی حفظ نموده است. نیاگان ما 50 شب و 50 روز را تا جشن نوروز حساب کرده ساده را تجلیل میکردند. یعنی ساده جشن آمادگی به نوروز بوده، این دو جشن قدیمی با هم توأم میباشند. کشاورزان ولایت ختلان در سال 2020 با نتیجه خوب جنباز نمودند که در نتیجه مجموع محصولات عمومی کشاورزی ولایت نزدیک به 17 میلیارد سومونی، یعنی 16 میلیارد 985 میلیون سومونی جنباز گردید که این بگویم که اگر نزدیک 48 فویزی مجموع محصولات عمومی کشاورزی که در جمهوری استحصال میگردد، این حصه ولایت ختلان به شمار میرود. در زمان گذشته جشن مذکور در میدان های وسیع و تل و تپه ها با اشتراک تمام مردم گذرانده می شود است که از یک دل و متحدی اجدادان ما درک می دهد. جشن ساده از آمادگی به کشت و کار بهاری، پاکیزه نمودن کوچه و خانه ها، کندن و تازه کردن جوی و زهبر ها پیک می دهد. سپس
از جانب وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان به اشتراکچان فعال افتخارنامه و تحفه های خاطروی تقدیم گردید. مؤسسه دولتی تلویزیون جهان نما برای انعکاس مسئله های مبرم ساحه کشاورزی و اشتراک فعالانه در ایدی صده با سپاسنامه وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده می شود.